دوباره نوبت به عناصر رسید. امروز می‌خوایم عنصر شماره 13 رو بررسی کنیم. آلومینیوم. شاید باورتون نشه. آلومینیوم فراوان‌ترین فلز زمینه. به طوری که 8% جرم کره زمین رو آلومینیوم تشکیل میده. فلزی که انقدر رو زمین فراوان بوده، ما تازه شناختیمش و در طول تاریخ انسان‌ها این فلز رو نمی‌شناختن. و دلیلش هم این بوده که آلومینیوم هیچ وقت به صورت خالص وجود نداشته و نداره و مثل آهن نیست که بری پیدا کنی و راحت جداش کنی. اولین باری که در طول تاریخ در مورد آلومینیوم صحبت شده در سال 1530 میلادی بوده. یک دانشمند سوئیسی به نام پاراسلسوس وقتی داشت روی سنگ معدنی آلومینیوم پژوهش میکرد، دید یه چیزی تو این سنگ هست که به درد نخوره. اسمش گذوش آلوم که به لاتین معنی نمک تلخ رو میده. این سنگ معدنی آلومینیومه که بهش میگن بوکسیت. حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. بعد از این دانشمند سوئیسی، صدها سال دانشمندان مختلف روی این سنگ معدنی آلومینیوم تجسس میکردن که ببینن چی میتونن ازش در بیارن، اما نتیجه نمیگیرن. حتی نمیفهمن که درون این سنگ یک نوع فلز وجود داره. واقعا هم خیلی سخته، چون آلومینیوم خودشو درون این سنگ ها پنهان کرده. تا میرسیم به سال 1824 و یک شیمیدان دانمارکی به نام هانز اورستد موفق میشه که یک تیکه فلز آلومینیوم از بوکسیت بکشه بیرون. نه خیلی خالص، ولی یه مقداری خلوص داشت. اون اولش فکر میکنه که این قلعه، اما یک سال بعد از آزمایش‌های مختلف متوجه میشه که این قلع نیست، بلکه یک فلز کاملا جدیده و نمیشناسیمش. وقتی آقای اورستد اعلام کرد که من یک فلز کاملا جدید از این سنگ‌ها کشیدم بیرون، خیلی از دانشمندان دیگه تو دنیا گفتن چه جالب، ببینیم میتونیم این فلز رو بکشیم بیرون. خیلی از دانشمندان مشغول کار میشن که این فلز جدید رو بکشن بیرون، مخصوصا فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها برق رو به تازگی کشف کرده بودن و دنبال فلزاتی بودن که رسانایی بیشتری داشته باشه. اونها فکر میکردن این فلز جدید از همه بهتره. و بالاخره آمریکایی‌ها برای اولین بار در سال 1884 این فراوون‌ترین فلز موجود در زمین رو خالصش می‌کنن. اولین چیزی که با آلومینیوم خالص ساخته میشه، کله همین برج جورج واشنگتنه که ویدیوی کوتاهش در آنتن هست. جالبه که بدونید تیکه سر این برج که فقط 3 کیلو آلومینیوم برده، در اون زمانی که ساخته شده خیلی گرونتر از طلا بوده. ولی الان این 3 کیلو آلومینیوم فقط 6 دلار می‌ارزه، در صورتی که اگر این 3 کیلو طلا بود امروزه بیشتر از 180 هزار دلار می‌ارزید. حالا چرا آلومینیوم در اون سالها انقدر گرون بوده؟ برای اینکه خالص کردن اون کار هر کسی نبوده و خیلی هم مشکل بوده. تا اینکه میرسیم به سال 1889، موقعی که یک شیمیدان اتریشی به نام کارل جوزف بایر یک فناوری اختراع میکنه که میتونه آلومینیوم رو از سنگ بوکسیت بکشه بیرون، اونم به راحتی، نه اینکه از طلا گرونتر تموم بشه. فناوری کارل بایر به قدری مؤثر بود که به یک بار قیمت آلومینیوم از عرش به فرش میرسه. وقتی صنایع مختلف با این فلز آشنا میشن، میبینن چه فلز خوبیه. هم سبکه، هم اگر روش کار کنیم میتونیم محکمش کنیم، هم زنگ نمیزنه و خیلی مزیت‌های دیگه، و میرن تو کار این که آلومینیوم رو تو صنایعشون استفاده کنن که اوایل بیشتر در کشتی سازی ها استفاده میشد. اما اینطور نبود که همه دنبال آلومینیوم باشن. با این حال صنایع اون دوران فولاد رو ترجیح میدادن. وقتی جنگ جهانی اول تموم میشه و هواپیماسازی داره تو دنیا باب میشه، مهندسان خیلی زود میفهمن که بهترین فلز برای صنایع هوایی آلومینیومه، محکم و سبک. از اون به بعد هر صنعتی سعی میکردن آلومینیوم رو بهتر و بهترش کنن و توی محصولاتشون به کار ببرن.
همین مصارف برای آلومینیوم ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به پایان جنگ جهانی دوم، موقعی که این فلز از صنایع هواپیماسازی و نظامی خارج میشه و میاد تو بازارها تو دست مردم. دیگه بیشتر شرکت‌های تولیدی در مصرف آلومینیوم از همدیگه سبقت میگیرن. لوازم خونگی، قطعات خودرو و خیلی چیزهای دیگه با آلومینیوم ساخته میشه و میاد تو بازار. وقتی میرسیم به سال 1956، یکی از مهمترین مصارف آلومینیوم سر و کلش پیدا میشه. قوطی‌های کنسرو و نوشیدنی. تولید آلومینیوم تو دنیا رو نگاه کنید. درست دوروبر همون سال 56 به یک باره اوج گرفته و خیال ایستادن هم نداره. در سال 1910 در کل دنیا فقط 100 هزار تن آلومینیوم تولید شد، ولی در دهه 60 این رقم رسیده به 10 میلیون تن. ولی امروزه بازم بالاتره. مصرف آلومینیوم در دنیا به بیشتر از 70 میلیون تن در سال رسیده. البته فناوری که آقای کارل بایر اختراع کرد خیلی مهم بود. در حال حاضر کلی کارخانجات آلومینیوم تو دنیا وجود داره که پایه فناوریشون همون اختراع کارل بایره. یکی از راحت ترین و مؤثرترین بازیافت‌های دنیا بازیافت آلومینیومه. بازیافت آلومینیوم هم تاریخ خودشو داره. در دهه 60 آمریکایی‌ها متوجه شدند که در زباله‌ها خیلی آلومینیوم وجود داره، مخصوصاً در قوطی‌های غذا و نوشابه‌ها. گفتن چرا اینقدر از این فلز رو ما می‌ریزیم دور و رفتن دنبالش که اینها رو بازیافت کنن. موفق هم شدن، چون بازیافت آلومینیوم فقط 5% تولید آلومینیوم از سنگ بوکسیته، یعنی بازیافتش 95% استفاده داره. آلومینیوم با انسان دشمنی نداره، اما مثل هر فلز دیگه اگر زیادی وارد بدن بشه سمه. برای همین خیلی ها میگن ضد عرق هایی که توشون آلومینیوم داره مصرف نکنید و خیلی جدیدن باب شده که روی بسته های ضد عرق مینویسه آلومینیوم فری، یعنی آلومینیومشو حذف کردن. گفتیم که آلومینیوم زیادیش سمه و پزشکان میگن اگر زیادی وارد بدن بشه هم رو مغز اثر بد میذاره، هم رو کبد و هم رو کلیه، یعنی هیچی رو سالم نمیذاره. ظروف آلومینیومی برای غذا پختن همیشه بوده و هنوزم هست. اگر غذای اسیدی تو قابلمه آلومینیومی پخته بشه یا رو سطح آلومینیوم خط و خش افتاده باشه، وارد غذا میشه و میره تو بدن. پزشکان میگن هر انسانی تا روزی 50 میلی گرم آلومینیوم میتونه بخوره، چون همونو میتونه دفع کنه، ولی بیشتر از اون رسوب میکنه رو کلیه و کبد و مغز. امروزه بهترین ظروف برای غذا پختن استینلس استیل و چودنه. بیشترین ظروف آلومینیومی که تو آشپزخونه ها استفاده میشه ظروفیه که روش تفلون کشیدن، به اصطلاح نچسبش کردن. تفلون هم مشکلات خودشو داره. اگر نو و سالم باشه و هیچ خط و خشی روش نیافتاده باشه مشکلی نداره، اما به مجرد اینکه خط و خش بیفته از همون راه وارد غذا میشه و برای انسان سمه. جالبه که بدونید از سال 2008 کل کشورهای اروپا تفلون رو غیرقانونی کردن و اجازه فروش ظروف تفلون در سرتاسر این قاره ممنوعه. حالا بزرگترین معادن آلومینیوم دنیا در کجا قرار داره؟ آلومینیوم که معدن نداره، در اصل معدن بوکسیته، سنگی که بیشترش آلومینیوم باید خالصش کنی. بزرگترین معدن بوکسیت دنیا در استرالیا قرار داره که سالی 110 میلیون تن بوکسیت تولید میکنه. دومین کشور دارای بوکسیت دنیا گینه آفریقاست و سومین کشورم چینه. اما کدوم کشور بیشتر از همه آلومینیوم تولید میکنه؟ یعنی این بوکسیت ها رو میگیره آلومینیومشون میکنه. بزرگترین تولید کننده آلومینیوم دنیا چینه که 58% مصرف آلومینیوم دنیا رو تولید میکنه، یعنی با خیلی فاصله اوله. سالی 37 میلیون تن آلومینیوم میفروشه که گفتیم تولید آلومینیوم دنیا حدود 70 میلیون تن در ساله. 37 میلیون تنشو چین تولید میکنه.
دومین کشور روسیه است که حدود 1/10 چین تولید میکنه، یعنی حدود 3,900,000 تن. سومین کشورم هنده. حالا قیمت جهانی آلومینیوم چقدره؟ این قیمتی که داریم میدیم قیمت همین لحظه ایه که ویدیو داره ضبط میشه. کیلویی 2.23 دلار که البته تونی میفروشن میشه تونی 2,230 دلار. حالا اون دفعه که سفارش آنچنانی ندادید، این بار حداقل سفارش تونی بدید.